وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاکش، خود که دشمن افکنی ناپاکش. رخشی و رستم برو پادر رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز بخواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. با هزاران درود به یاد و نام سلطان خراسان استاد حکیم ابوالقاسم فردوسی، که آغازگر کتاب منزه او به نام شاهنامه فردوسی کلام خدایگونه آن است و فرمود به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و من آریا باقری به همراه کارگردان فنی برنامه آقای روزبه مهربان، مهرامیزترین درودهای خود را تقدیم بینندگان ارجمند این برنامه می نماییم. برنامه گنجینه خرد برنامه ایز خردگرا و خرافه زدا، که با معرفی بهترین کتاب‌های نوشته شده در این برهه از زمان پس از انقلاب شوم 57، که باعث شد نویسندگان ارزنده ایرانی دست به روشنگری خرافات، روشنگری خرافات و دزدی‌ها و رذالت دین فروشان اسلامی که مدت 1400 سال است ایران و ایرانی را به دناعت و پستی و خاری و بدبختی سوق دادن بنماید، تا شاید این انگل 1400 ساله
1400 ساله بدبختی ایرانی با آگاهی به بنمایه های دین اعراب بی فرهنگ صحراهای سوزان عربستان که با زور شمشیر و تجاوز و قتل و کشتار و سرقت و غنیمتگیری در باور ایرانیان نهاده نموده شد رهایی بخشند و ایران را به همون شاهراه دروازه های تمدن بزرگی که هدف منزه پادشاه فرهیخته ایرانی شاهنشاه آریامهر بود رهنمون نمایند. این نویسندگان بزرگ عبارتن از زنده یاد استاد دکتر شجاع الدین شفا، پروفسور مسعود انصاری، هوشنگ معین‌زاده، علی میرفتروس، استاد مهدی شمشیری و ده ها ایرانی فرهیخته دیگر که بسیاری از آنان در راه این روشنگری جان خود را هدیه نمودن که در اول برنامه تصاویری از آن بزرگان به رویت شما میرسد. همچنین بالا بلندترین درودهای خود را نثار یاد و نام همه جانباختگان در راه ایران به ویژه پرسنل ارتش شاهنشاهی و در جمع پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی که با دمیدن اولین سپیده سحرگاهی که آخوند و کمونیست یعنی ارتجاع ننگین سرخ و سیاه به حکومت رسیدن به دست تروریست های مذهبی اسلامی یعنی فلسطینی و سوریه‌ای و لبنانی سینه های فراخشان آماج گلوله های این انگل های اجتماع قرار گرفت و خون پاکشان سرزمین ایران را گلگون و گلباران کرد. یاد و نام فرد فردشان تا جاودانه جاودانه ها جاوید و پاینده باد. با درود به همه بینندگان ارجمند برنامه گنجینه خرد، همینطور که بر روی صفحه تلویزیون ملاحظه می فرمایید امروز یکم آگست 2014 میلادی و برابر با دهم مرداد ماه 2573 شاهنشاهی هخامنشی ایرانی است. یادتون باشه 1393 سال عربی است، درسته که خورشیدیه، درسته که در زمان رضا شاه اون چه سال قمری رو به سال خورشیدی تبدیل کردن، یعنی به سالی که ایرانی ها در هزاران سال پیش پیش بینی کرده بودن و درست کرده بودن، ولی تاریخ شروعش رو زمانی رو گذاشتن که حضرت محمد ابن عبدالله پیغمبر اسلامی عرب ها از مکه به مدینه به علت اینکه مردم مکه میخواستن ایشون رو ترور کنن و بکشن فرار کردن و شبانه از مکه به مدینه رفتن. اون شده تاریخ ایران، یعنی 1393 سال قبل که همش میگیم 1400 ساله که اسلام پدر ایران رو درآورده. برای اینه این صحبتایی که میکنیم یادآور این باید بشم خدمتتون که هیچ توهینی به دین نمیکنیم، به باور کسی من توهین نمیکنم، نه به باور مسلمون، نه به باور کلیمی، نه به باور مسیحی، نه بهایی، نه اصلا هیچ، به قول اینجا یا who cares که چه دینی شما دارین، دین مال شماست، دین مال قلبتونه، دین مال مغزتونه، تو خونتونه، هر کاری دل هر کیو میپرستین به اون به حساب پرستشتون رو اعلام کنین، به هیچ کس ارتباطی نداره. اگر چیزی داریم میگیم و راجع به اسلام معمولا داریم صحبت میکنیم، چون خودمون همه حداقلش اینه که مسلمان زاده هستیم و در یک خانه مسلمان به دنیا آمدیم، همینطور که استاد شجاع الدین شفا فرمودن که من مسلمانم به دلیلی که در یک خانه مسلمان به دنیا آمدم و پدرم مسلمان بود، پدرم مسلمان بود به دلیلی که پدرش مسلمان بود، پدرم به حساب پدر بزرگم مسلمان بود به دلیلی که جدم مسلمان بود و و و و و برو عقب. ولی در 1350 1300 سال 1400، نزدیک کمتر از 1400 سال قبل، من پدرم زرتشتی بود و با زور شمشیر، با کشتن، با گردن زدن، با دزدی تمام اموالش،
با تجاوز به زنش، با تجاوز به دخترش، با دزدیدن پسرش و بردنش به عربستان و فروختنش به شیخهای عرب، به عربای گشنه پاپتی کثافت، فروختنش برای تجاوز، من اجبارا مسلمون شدم. همین جوری که این حرف دقیقا همین الان سند داره و دلیل واضحش الان داعش. داعش الان در موصل 3 مسئله رو اعلام کرده برای مسیحیانی که در اونجا بودن. کاری که در 1400 سال 1300 خورده سال پیش در ایران انجام دادن و ما زرتشتی ها رو به زور به اسلام، یعنی ما هیچ کدوم اسلام رو قبول نکردیم، ما اسلام رو به زور به گردنمون گذاشتن، بنابراین ما هنوز همون زرتشتی هستیم. شما وقتی که یه چیز رو با میل خودت دینی رو قبول نکنی، شما اون همون دین اصلی تو داری. بنابراین الان داعش همینو داره میگه به مسیحیانی که در موصل هستن، سالهای سال در اون کشور، در اون شهر، در اون استان زندگی کردن، خونه و زندگی و مال و اموالشون، میگه که سه راه دارین، یا اینکه دین اسلام رو قبول کنید به زور، کاری که با ما کردن، یا اینکه جزیه بدین و بمونین، یا اینکه خون و زندگیتون رو ترک کنین و از این ولایت برین. و به این سادگی هم نمیذارن، در راه میکشنشون، اموالشون رو همه رو ضبط میکنن. این کاری که اسلام در 1400 سال پیش با ما کرد، الان داره نمایندگانشون که یه شعبه بزرگش در ایرانه و همین کار رو دارن برای ما میکنن. و آخونده همش دارن میگن آقا دین العربی، زبان العربی رو شما باید صحبت کنید، زبان قرآنی باید صحبت کنید، اونا هم الان دارن همین کار رو میکنن. حالا اونا خودشون زبانشون زبان قربانی قرآنی هست، ولی در کاری که دقیقا با ما کردن و الان نواده های اون عرب های دزد بیابانگرد خائن به ما دارن میکنن، داعش هم داره همین کار رو میکنه. پس بدونید که این واقعا مصداقی است که الان وجود داره و دیگه صحبت نیست، دیگه نمیتونن بگن آقا نه اینا دروغ میگن و اینا مال اسرائیلن و اینا بهائیان و از این مزخرفات، نمیتونن بگن. عرضم بزرگتون که اینو خدمتون عرض کردم، نمیدونم به کجا بودیم که به اینجا رسیدیم. مربوط به سال 2573 بودیم که مربوط به پادشاه هخامنشی، زمان تاجگذاری بزرگترین خدای ایران، واقعا خدایگان ایران و خدایگان یک نیمی از جهان که کوروش کبیر بود و بر ده ها و صد ها کشور حکرانی میکرد، اونم با عدل و داد. هر جا رو میگرفت به سربازاش دستور میداد که هیچ جسارتی به مردم نمیکنین، هیچ خونه ای رو خراب نمیکنین، به دین کسی کاری ندارید، تمام مساجدشون، نمیدونم کلیساشون، فلانشون، همه رو دوباره میداد براشون بسازن، تمیز کنن فلان. البته اون موقع که اسلام نبود که، بعد ولی عرب ها حضرت محمد و به حساب سلسله بعد ابوبکر و عثمان و عمر و علی و فلان، اینا همه که حمله میکردن به این برابر، میگفتن بکشین، تجاوز کنین، زناشون مال خودتونن، مالشون مال خودتونه، هرچی هم بود 20% هم بفرستین برای الله و پیغمبر الله یا نماینده پیغمبر که همون علی و عمر و عثمان و نمیدونم ابوبکر و اینا بودن، و بعدش هم الان رسیده به خامنه ای و غیره و غیره، و میدونیم میلیاردها دلار پولو میدوزن به نام همون خمس و زکات و نمیدونم. یادتون باشه که الان کسریمون و کارگردان عزیز دارن نشون میدن. ما فکر میکنم که امروز یکم ماه آگسته و جولای رو ما پشت سر گذاشتیم. ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم، هنوز داریم در مورد جون داریم صحبت میکنیم، نه جان آدم ها. ماه جون فرنگی که ما 50,000 دلار میخوایم، هنوز یه مقداری فکر میکنم که چی ببخشین؟ 10,000 دلار هنوز بابت جون ما کسری داریم. یعنی واقعا 10,000، 50,000 برای جولای میخوام، میشه 60,000 دلار. من فکر میکنم که آقای آریان وطنخواه
فکر میکنم که در این هفته ها باید یه فکر اساسی بکنن. یعنی در حقیقت شما وقتی که این، چون ما هیچ راهی نداریم، ما نه از بنیاد علوی میگیریم، نه از بنیاد ایمان میگیریم، نه از هیچ امامزادهی میگیریم، نه از جمهوری اسلامی میگیریم، نه از کانادا فرشفروشای اسلامی میگیریم، نه از اورنج کانتی مسلمانایی که در اونجا جمع شدن و با چادر چاخچور میرن و میرن مسجد و نماز میخونن، نه از هیچ جه نمیگیریم و فقط با همین دعده، با رقم ها رو ببینید، 20 دلار و 100 دلار و 25 دلار و 10 دلار و 20 دلار، بای ببینید اسامی رو اون زیر بخونید، 360 دلار، 100 دلار آقای جواد پور وکیل، مریم ایرانی 50 دلار و غیره. ما با همین 20 دلار 10 دلار زنده ایم، با همین 20 دلار 10 دلار چراغمون رو روشن نگه داشتیم. شما نگذارید خاموش بشه، واقعا یه مقداری اگر در توانتون هست، میدونم هر کس هر چقدر میده شاید واقعا بیشتر توانش نیست، ولی اگر در توانتون هست یا کسایی که قدرتشو دارن، یه مقدار رقم بیشتری بدید که این تأمین بودجه ما بشه و بتونیم که یه جوری واقعا اینو، چون من فکر میکنم اگه به این صورت پیش بره، الان یک ماهو به اضافه یک پنجم ما، یعنی 20% خمس هنوز ماه جونو، هنوز اون سهم امام چیز پیغمبر و الله رو ندادین، اون ما رو 20% رو تکمیل کنید، 100% ماه جولای هم تأمین کنید، میشه تازه ما به روز میرسیم. اگر به روز نرسیم، من فکر میکنم که یعنی حداقل باید یه فکر خیلی اساسی بکنیم و شاید آقای آریان تصمیم بگیرن که ببندن، نمیدونم، ولی مرد مبارزی است تا اون سرحد امکان. و شما فکر نکنید که وقتی اون زیر ما مینویسیم کسری داریم، ما کسری رو میگیم خب حالا هست، حالا مثلا اون چیز ستلایت پولشو نمیگیره، صاحب ملک پولشو نمیگیره، اداره برق میگن حالا مردم ندادنش کار. نه اینطوری نیست، آقای آریان با کردیت کارت با بهره 20% اینا رو مجبوره بده، برای اینکه امضا داده. من هیچ تعهدی ندارم، من هر وقت که خدای نکرده، خدای نخواسته چراغ اینجا خاموش شد، خب من میرم خونم دیگه، نمیام من مال بقیه هم که اونجا 23-24 نفر هم که میشینن به همین، فقط یک نفره که اینجا پاش گیره، اونم آریان وطن خواست، اونه که امضا داده به عنوان مدیر اینجا، صاحب اینجا، و مجبوره کناره عجیبش بده، از خونهشو میفروشن میگیرن، دکونشو میگیرن میفروشن، پولشونو برمیدارن. یعنی فکر نکنید که اگر شما ندین میگین خب حالا که کسی مینویسن اینا، ولی اینطور نیست. برجرد من دیگه بیشتر از این میگه من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه سخنم پنگی رو خواه ملا، میل شماست و هرچی که شما تصمیم بگیرید. شما بینندگان ارجمند زنگ بزنید، تلفن بزنید، همیاری کنید، خواهش میکنم. دیگه من شرمندم از این بابت که بگم. اوکی، از کتاب صفحه 100 ببخشید گفتم اوکی، معذرت میخوام، اینجا دیگه عادت کردیم، از انگلیسی چیزی که یاد گرفتیم اوکی و دیس ایز مای هند و دیس ایز مای فوت و از این چیزه بیشتر بلد نیستیم. خب جمعه 10 مرداد ماه رو از کتاب شورش 57 در آینه مطبوعات، تنظیم کننده و گردآورنده آقای زنده یاد بزرگ شهرام جاویدپور هستش که این جلد دوم کتابش آقای قلی‌پور نازنین به من دادن، از 27 دی ماه 58 تا 59 رو خدمتون میخونم خیلی سریع و بعد میریم به قسمت‌های مختلف برنامه. جمعه 10 مرداد، الان ماشین اعدام هنوز که 36 ساله و هنوز دارن اعدام میکنن و تا زمان 7-8 ماهی که 9 ماه که آقای روحانی یا روانی اومده رئیس جمهور شده، بیش از 800-900 نفر رو اعلام کردن، یعنی در هر ماه بیشتر از 100 خورده، یعنی هر روز 3 تا 4 نفر رو به طوری که در روزنامه ها می نویسن. حالا چقدر در زندان ها کشته میشن و میمیرن و تو خونه هاشون میکشن و تجاوز میکنن، اینا اونا حساب نیست، اونا که در روزنامه می نویسن.
حالا در دهم مرداد 1159، یک ماه و شش ماه از یک سال و شش ماه از انقلاب گذشته، ببینید که چگونه دارن میکشن و به چه عناوینی. ساعت یک بامداد نصرت الله بیگدلی فرزند علی به اتهام قاچاق در کرج تیرباران شد. شاباد غرب اختر رضایی و سلطنت صدری به اتهام دایر کردن مرکز فساد تیرباران شد. در صورتی که الان در تمام مساجد، در تمام حرم ها، جایی که نمیدونم امامزاده ها و نمیدونم فلان، که نمیدونم 10-12 هزار یا 1200 امامزاده داریم، معلوم نیست چی توش خاک کردن. اینا همش جای همین فساده، یعنی خانوم برادون میارن صیغه میکنین فلان اینا. صیغه هم که میدونید که تا روزی 57ش میگن آزاده و اسلامیست، هیچ مشکلی نیست، فحشا نیست، فاحشگی نیست، صیغه است. خب بندر عباس افراد زیر به اتهام قاچاق مواد مخدر تیرباران شدند. عباس شاهی فرزند مهدی، ماشاءالله زینعلی فرزند یدالله، سید آقا سید جمال فرزند سید علی، سید محمد صابری فرزند عبدالله، همه هم سید بودن، همه هم مسلمون بودن، همه هم از تبار جد اینها بودن، از تبار علی و حسن و محمد، که خب میدونی البته محمد فرزند پسر نداشتن، بنابراین نمیدونم حالا چه جوری میشد اینا که سید. اینا تمام البته بچه های تجاوز عرب ها بودن، هر عربی به هر زنی، هر مادر بزرگای ما که تجاوز کرده و اون زن ها که خب حامله میشدن به تب، چون نه جلوگیری بوده نه امکانش بوده نه چیزی، بنابراین هی بچه سید درست کردن. نه که عماماشون سیاهه، همشون از همون قماشن که میدونید که سرشون هم توی آخر اونجا. کرمان ساعت 6 بعد از ظهر امروز حسین متصدی فرزند جان مراد به اتهام لواط سنگسار شد. کاری که تمام آخوندا انجام میدن و یه فیلمی هست مخصوصا نشون میده که یک در یوتیوب هست، متاسفانه اونقدر کثیفه که نمیشه روی تلویزیون نشون داد، یک آخوند ارنعوتی به یه بچه 10-12-13 ساله یا 14 ساله که اصلا یه سوم آخونده است داره بهش تجاوز میکنه و با چه وضع اسفناک و واقعا تأثیر انگیزی. کار همشونه ولی اینا هیچ طور نیست، چون آخوندن و عمامه سرشونه، ولی یه کسی دیگه حالا اگرم کرده یا نکرده به این جرم سنگسارش کردن. حالا ببینید چه وضعی بود. 11 مرداد شنبه در یعنی فردای 1359، 34 سال قبل، سنندج افراد زیر به اتهام قیام علیه جمهوری اسلامی در سنندج تیرباران شدند. یاد و نامشون، کسانی که خواستن مثل دقیقاً زمانی که اسلام به ایران حمله کرد، در سال هر ایالتی، هر شهری که قیام میکردن بر علیه اون مسلمانای خائن دزد عرب که به ایران حمله کرده بودن و مثلا مثل الان فرمانده یه شهر یا رئیس یه شهر یا حاکم یه شهر شده بودن و چه ظلمی میکردن، چه باجی میگرفتن از مردم، چه میکشتن، وقتی مردم قیام میکردن یه دفعه عربای مثلا 50,000-100,000 عرب میریختن و 200-300,000 از اون مردم اون دیار رو گردن میزدن و میکشتن تا دوباره قیام رو میخوابوندن. به باز یه مثلا شیراز قیام میشد، بعد کرمان میشد، بعد نمیدونم اصفهان میشد، بعد در استرخ همین گرگان فعلی باشد یک بار مردم شورش میکنن و امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام، فرزندان رشید حضرت علی علیه السلام، اینا حمله میکنن، جزء لشکر بودن که میان به ایران و 40,000 نفر رو در یک شبانه روز گردن میزنن با دست مبارک حضرت امام حسین و حضرت امام حسن. شاید بیش از مثلا 300-400 نفر رو با دست مبارک خودشون به گردن زدن و به بهشت یا به جهنم فرستادن. اون وقت ما براشون گریه میکنیم. حالا اینا هم همین بر علیه حکومت اسلامی قیام کردن، گردن همشون رو تیرباران کردن. محمد حسین زارعی، اینا در سنندج بودن، غلام حسین ارمز یا ارمز، فریدون خوشکلام، مظفر خوشکلام، حسین چوبتراش، محمد گلنازی، ناصر علافی، علی وکیلی، علی شارع،
در مراقع سرگاه امروز قربان علی علی نژاد قربان علی نژاد به اتهام توطئه مسلحانه تیرباران شد. مشهد سهرگاه امروز غلام نبیزاده فرزند سید محمد و سید علی قائمی پور فرزند سید حسین به اتهام قاچاق در مشهد تیرباران شد. بیرجند بامداد امروز غلام رضا حقانی انجام لواط تیرباران شد، کاری که بین آخوندها دائم انجام میشه و در فیضیه این به این دلیل اینا تیرباران کردن. یک شنبه رو میخونیم و دیگه میریم برای بعد. 12 مرداد یک شنبه 1159 قم، افراد زیر امشب در قم تیرباران شدن. محمد قاسمی به اتهام مشروع فروشی که تون کامیون مشروب خود پاسدارا و خود آخوندا از نمیدونم راه کردستان و این طرف اون طرف میارن به صورت قاچاق به مردم میفروشن با ارقام بسیار سخت، و اون موقع فقط پاسدارا بودن که مشروب داشتن و میفروختن، مردم یکی رو به جرم مشروب فروشی اعدام کردن، تیربارانش کردن. هادی کوششی به اتهام چماق کشی، ابوالفضل اکبرزاده به اتهام قاچاق مواد مخدر، حسین صادقی به اتهام فروش مواد مخدر، کاری که الان تمام پاسدارها یعنی تمام چیز پاسدارها و اینا تمامشون از چی میگم از تمام مواد مخدر و تمام مشروب اینا همه در دست پاسدار هاست، یعنی تمام و تون تون ده ها صد ها تون تریاک و هروئین و نمیدونم اینا میارن از افغانستان میاد ایران. بعد از ایران ضمن که تمام جوانای ایران رو الان در میگن که سن اعتیاد در ایران به سن 10 سال رسیده یا شاید کمتر، بچه های دبستانی رو دارن بهشون شیشه و شوشه و نمیدونم اسماشو از این آشغالا بهشون میفروشن، بچه ها رو معتاد میکنن. تمام جوانای بیکار رو مثلا شیشه یا نمیدونم هروئین یا این مواد مخدر از پپسیکولا ارزون تره، از سیگار ارزون تره، و اونقدر کاری که در زمان قاجارها انگلیسا با ایرانیا کردن، تریاک رو پدر من تعریف میکردن یادشون به خیر زنده یاد، میگفتن که تریاک رو مثلا مسقالی دهشایی میفروختن، نصف یک دهشایی میشه نصف ریال دهشایی، هر مسقال یه مسقالش که میشه 4 نخود مثلا، یه چهارم یه لول تریاک رو به دهشایی میفروختن، ولی سوختشو چون وقتی میکشیدن توی اون حقه سوخته ها جمع میشد، سوخته رو مثلا مسخالی 5 ریال میخریدن، 20 برابر میخریدن، و مردم رو تشویق میکردن به اینکه تریاک بخرن بکشن و سوختشو برن بفروشن و کاسبی کنن، و از این راه همه رو معتاد کردن. در چین همین کار رو کردن، ولی یکی از همین چیز مثل که ماو بود به نظرم در چین اومد یه کاری کرد، گفت که تمام هر کس هر چقدر تریاک میخواد بیاد ما بهش میدیم، مردم رو جمع کرد، یعنی گفتن بهشون کوپان دادن، آقا تو روزی چقدر میخواد، روزی مثلا 10 مثقال 10 گرم 100 گرم، چون چین با میخوردن با انگوش مثل حلوا سر غذاشون تریاک میخوردن، بعد گفتن هر چی میخواد، بعد گرفتن و دادن، یکی 2 سال بعد 1 سال بعد اعلام کرد که خانم ها آقایان شما تا الان داشتید کاه میکشیدید یا میخوردید، یعنی تریاک رو اون تریاکش و مورفینش و اونم چیزش رو میگرفتن و هی چیزهای دیگه بی خودی قاطی میکردن به حدی که دیگه هیچی تریاک و مورفین توش نبوده، فقط یه چیز مثلا چه میدونم حلوا بوده مثلا اینو میدادن، میگه شما هیچ دور نمیشین ترک کنین، و همه ترک کردن و ریشه تریاک کشی در چین از بین رفت.
در ایران هم شاهنشاه آریامه داشتن همین کارو میکردن، کوپونی کرده بودن اینا، ولی خب یه عده به تفریحی میکشیدن، ولی به هر جهت الان رسما دولت داره به همه میده، نه که رسما، یعنی قاچاقش دست پاسداراست، بنابراین یه آدم خرد فروشو میگیرن میکشن، ولی معمولا کاری نداره. فرمودن که جناب قلی‌پور 6 دقیقه دیگه میان رو خط و در مورد من خیلی مطلب، یه مطلبی هست راجع به جریان رضا شاه و پادشاه و این که ما بد کردیم، من یک قسمتشو خوندم، این مورد سلیقه و علاقه بسیاری از دوستانم در اومد واقع شده، این در حدود 14 صفحه هست، من 6 صفحهشو خوندم، یه چند صفحه دیگهشو میخونم و عکسای و کارگردان نازنینمونم اگر پیدا کرده باشن، عکسایی که در مراسم همین امسال در مراسم درگذشت شاهنشاه آریامه در 5 مرداد یعنی 5 روز پیش در قاهره انجام شده و تاج گلایی که میبینید دیگه جا نیست در اونجا، چقدر تاج گل برای به حساب این مزار اعلیحضرت دارن، من اینو میخونم و همینطور این چیزم به حساب این تصاویری رو که از همون چیز گرفتن از مراسم سر خاک اعلیحضرت سر با چی میگن آرامگاه شاهنشاه آریامه، فقط ببینید چقدر تاج گل در اصلا دیگه جانی بیرون مسجد و داخل مسجد، من اینو میخوندم. مقاله‌ای که میخوام خدمتتون بخونم راجع به اینه که ما به او بد کردیم، نوشته ایست از آقای برزو پناهی، من 6 صفحهشو خوندم، دو ادامهشو براتون یه مقدار میخونم تا این فیلمو با هم ببینیم، بعد با آقای قلی‌پور که این بزرگی رو کردن و این عکس ها رو برای ما و این فیلم رو فرستادن با هم میبین. میگه ما بد کردیم که نخواستیم بفهمیم مخالفت آخوند با رضا شاه برای این است که با همون گرفتن امر قضا از آخوند و تأسیس دادگستری چنگ و دندان او را از جان و مال و ناموس و هستی مردم بیرون کشیم. ما بد کردیم که دوران رضا شاه را از موضع آخوند دیدیم و در روشن فکری کورمال خود تا آنجا پیش رفتیم که پیش از او دوران احمد شاه را بهشت برین دموکراسی خواندیم. ما بد کردیم که خود را از کینه ای که آخوند و حزب توده در نگریستن به دوران رضا شاه به ما تزریق کرده بودند و جنس آن ضد ملی بود رها نکردیم و عبدالله مستوفی، احمد کسروی و دیگرانی که در هر دو دوران زیسته بودند را نخواندیم تا دریابیم خیر آن خبرها که میگویند خیر آن خبرها که میگویند هرگز نبود. ما روشن فکران بد کردیم که فیلم‌های مستند پیش از پهلوی حالا ندیدیم تا ببینیم پایتخت نشین‌های ما نیز در آن زمان بیشتر کلاه نمدی بودند و در دوران پهلوی هاست که شهرنشینی به معنای معاصرش شکل می‌گیرد. ما بد کردیم که تاریخ قاجار را نخوندیم تا ببینیم کجا بودیم و در زمان پهلوی ها تا همون روز که فریاد مرگ بر شاه می زدیم به کجا رسیده ایم. خواهش میکنم ضمن تصاویری که می بینید به این مطلبم توجه کنید. ما بد کردیم که حتی همون تاریخ مشروطه را هم که این همه سنگش را در مخالفت با شاه بر سینه می زدیم نخوندیم تا ببینیم آخون به عرصه سیاست که پا می گذارد چه جهنمی می تواند بپا کند که الان بپا کرده و می بینید همه چیز ناموس ایران از بین رفت، مردم ایران نابود شدن، پول ایران را همه رو می دزدن. حالا احتمالا ارقامش رو براتون می خونم. ما بد کردیم که ایران را در زمان پهلوی ها با دوران پیش از آن مقایسه نکردیم یا نگاهی به کشورهای دوروبر نینداختیم تا ببینیم ما به کجا رسیده ایم، اما در عوض با عوام فریبی
ایران را با اروپا و آمریکا سنجیدیم و این قیاس را زمینه تبلیغ علیه شاه ساختیم. راست میگه، ما کشورمون رو باید با افغانستان، با پاکستان، با هندوستان که خیلی خوب پیش بود، با نمیدونم دبی و مبی، با این آشغالا باید خودمون رو قیاس میکردیم، ولی ما رو این توده‌ای ها قیاس میکردن با آمریکا و با فرانسه و آلمان و غیره. ولی حالا به حالا برین ببینید دبی چی شده، ما در کجاییم. من نویسنده، ما روزنامه‌نگاران و شاعران که حرف بیشتری برای گفتن نداشتیم، بد کردیم از صبح تا به شام و بیشتر در باد نوشی های شبانه علیه سانسور که هرگز به ابعادی که ادعا می شد نبود پرخاش کردیم. ما بد کردیم که می دانستیم آنچه را آزادی مطبوعات می نامیم بیشتر برای این می خواهیم که به شاه و خانوادهش فحش بدهیم و از همین رو قهرمانانمان کریم پور شیرازی بود. وانمود می کردیم ما چه حرفها که برای گفتن نداریم، اما واسانسورا، آه آزادی کی می رسی از راه، کی آمد با امام آمد، با امام آمدنمان آمد، یعنی آزادی با امامی که اومد برامون اومد. آن نمایش نامیم نویس صاحب نام آقای ساعدی رو میگه که در قربت درگذشت، بد کرد که هرگز نگفت همه آثارش در پیش از انقلاب به چاپ رسید، تجدید چاپ شد، بسیاری از آنها به صحنه رفت، چند تایی از آنها با هزینه دولتی فیلم شد و حتی یک اثر زیر سانسور مانده نداشت که پس از انقلاب منتشر کند. نه او که همه آنها که حتی یک اثر زیر سانسور مانده نداشتند تا پس از انقلاب منتشر کنند، چون او بد کرد. یعنی تمام این نویسندگان توده‌ای خائن و رذل و پست ما، اینها اومدن گفتن آقا ما همه کتابامون رو سانسور نمیذاشتن چاپ کنیم فلان، ولی میگه همه کتابشون چاپ شد، بعد از انقلاب یه دونش نمونده بود که بگن خب اینو در زمان پهلوی ها سانسور کردن حالا چاپ میکنیم. نه، ولی عوضش خود انقلاب، خود آخوندا تمام کتاب ها رو دستکاری کردن. حتی در شاهنامه شنیدم بیشتر از 1500 یا 15000 خط شعر اضافه کردن در مدح علی یا حسن حسین، دسته که میدونید که فردوسی اصلا دینی نبود و حتی مخالف دین اسلام و اسلامی بود و این کتاب رو نوشت که به قوله امام خمینی بزنه تو دهن چیز مسلمانه. میگه ما بد کردیم که با بورس دولتی برای ادامه تحصیل به اروپا و آمریکا رفتیم، اما شغلمان شد پادویی تبلیغاتی جمال عبدالناصر، مسکو، پکن و سازمانهای اطلاعاتی کشورهای غربی علیه محمد رضا شاه پهلوی که امیدش این بود ما در بازگشت به کشورش گوشه ای از کار را برای آبادانی ایران بگیریم، مثل یزدی و قدس‌زاده و بنی سگ و نمیدونم امثال این دانشجوهایی که اینجا از بنیاد پهلوی پول میگرفتن مجانی درس میخوندن، شبا تو کاباره و کافه و دیسکو و رقص خونه بودن، بعد علیه شاه همشون قیام کردن، همشون راه میافتادن با اون کلاها با قاطی عربا و فلسطینیا بر علیه شاه فحش میدادن، مثل همین آقای وزیر امور خارجه آقای ظریفه، محمد ظریفه، ظریف، ضعیفه، نمیدونم چی، که الان این کسی بود که با بلنگو میرفت زیر اتاقی که شاهنشاه آریامه عمل کرده بودن در نیویورک، میرفت اونجا شعار میداد و فحش‌های بسیار زشت و زننده به شاه میداد، مرگ بر شاه، خائن، دوز، اشرف، نمیدونم فلان، اینا زیر پنجره اتاقی که خوابیده بود، البته به دستور CIA، البته موزش هم گرفت در تمام طول 35 سال در دستگاه دولتی و دزدی بود، الان هم که به زیر امور خارجه است. بد کردن آنها که برای ادامه تحصیل به خارج فرستاده شده بودند، رفتن در اردوگاه های فلسطینی ها آموختن چگونه میتوان پاسبان را کش و به پاسگاه ژاندارمری حمله کرد و در راه آزادی خلق بانک دزدید و وقتی گرفتار شدند داد و فریاد برآوردند که مسلمانی نیست،
دکتر چمران، آقای فارسی، مسعود رجوی، این لجنها و کثافتایی که ایران را به لجن کشیدن، مجاهدین، چریکهای فدایی خلق، نمیدونم و غیره، تمام دزدی ها، غارت ها همه به دست اونا انجام شد و هی هم گفتن که میرفتن میدزدیدن، بانک ها میزدن، رئیس بانک ها میکشتن، بعد میگفتن آقا ما را مجاهدین را کشتن، اذیت کردن، فلان کردن. این یه قسمت هم میخونم، باز بقیه رو میذارم برای بعد. میگه آن پزشکان که جای حکیم و دعا نویس های دوران قاجار را گرفته بودند، بد کردن که نگفتند تا پیش از محمد رضا شاه بسیاری از ایرانی ها از بیماری هایی مثل مالاریا حسب میمردن، اما در دوران او و پیش از او در دوران رضا شاه نه تنها این بیماری ها در ایران ریشه کن شد که چندین هزار بیمارستان در مانگاه و مطب در کشور ساخته شد. بد کردن این را نگفتند و رفتند دنبال خمینی که میگفت اسلام خون میخواهد، اسلام خون میخواهد. فرهنگیان ما بد کردند که نگفتند تغذیه رایگان در مدارس برنامه بسیار مفید و خوبی است، اما در عوض رفتن دنبال سخنگوی خمینی حجت الاسلام قفاری که گفت این شیری که به دستور آمریکا در مدرسه ها به بچه ها میدن برای اونه که از همه بچه ها بچه بی غیرت بار بیاره. ولی حالا که بچه های دختره 12-11 ساله رو میفرسن به سیغه، به فحشا میفروشن که باکره و بیکره و نمیدونم پیر و جوون هر کدوم یه قیمتی داره، در حرم امام رضا دارن بهتون آفر میکنن، میگن آقا زوار که میان اونجا حتما باید خانوم داشته باشن، براشون خانوم آماده میکنن، هتلش هم در اختیارشون میذارن. این فحشا نبود، بی غیرت نبود، ولی شیری که میدادن شیر میگفتن از آمریکا میاد و بی غیرت میکنن. راجبه کارکنان رادیو تلویزیون و غیره و اینا هست که اینا رو دیگه بعدا میخونن که خدمتتون. روزبه جان اگه میشه یک کمی از این فیلمو اولش که تقدیم تاج کل به آرامگاه اون بزرگ مرد سادات هستش، اونو با هم میبینیم احتمالا با صداش، و بعد دیگه باز من در خدمتتون هستم و منتظر آقای قلی‌پور بانی این فیلم و این بزرگی در با آرامگاه شاهنشاهیامه. طرف میان پرسان داخل خارج به پیشگاه بزرگمرگ مصر پرزیدنت امبسادات تقدیم بود. درود به شرف همه مردم مصر که با این حرکت جالبی که در این روزهای سال گذشته انجام دادن و مملکتشون رو نجات دادن، درود به فرد تمام نظامی های مصر و مردم نصیب مصر. ما ایرانی ها و طرف آرزو داریم برای سلامتی مردم مصر و ملت ایران، آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، پاینده باد ایران. خیلی متشکرم.
این گوشه ای از مراسمی بود که در آرامگاه شاهنشاه آریامه محمد رضا شاه انجام شد در پنجم مرداد ماه با حضور بسیاری از ایرانیان ارزشمند. و در ابتدا دیدید که تاج گل بسیار بزرگی به وسیله ایرانیان بسیار بسیار فرهیخته و نازنین که تقدیم خاکپای آرامگاه اون مرد بزرگ پرزیدنت انور سادات بزرگوار شد. و سپاس از مردم مصر که به پادشاه ما این امکان رو دادن که در آخرین لحظات حیاتش رو به جای اینکه ملت بی غیرت و بی همه چیز عرب زده ایران اون رو از مملکت بیرون کرد، یعنی اونایی که کردن و اونایی که خوب بودن و مخالف این بودن اونا رو نمیگیم، اگر میگیم بی غیرت و بی همه چیز اونایی که دنباهه گفتن مرگ به شاه باید بمیرد تا ایران بنم خلاص شود، تا وطن نشود کفن نشود، مزخرفات به همراه خمینی و آخوندا گفتن، اونا رو میگن بی غیرت و بی همه چیز. ولی به هر جهت ملت مصر واقعا سپاس به اون مردم بزرگوار، به اون روح بزرگوارشون و به ویژه انور سادات بزرگ که اون چنون این مرد واقعا انسان بود که پادشاه ما رو راه داد و یکی دو ماه ازش پذیرایی کرد، بهتر مثل یک سلطان ازش استقبال کرد، مثل یک سلطان به خاک سپردنش و اصلا بی نظیر بود کارشون. من واقعا سپاس میگم به همشون. خط یک در خدمتون هستم. جناب قلی‌پور نازنین صورتون رو میبوسم، دستتون درد نکنه با این بزرگی و مهربانی که فیلم به ما دادین، خوشحالم که زنگ زدین به ما. خواهش می‌کنم، چون من دیشب ساعت 11 شب به وقت آلمان رسیدم و باور کنین جناب باقی نمیدونین من هر زمانی که در روزی که در قاهره هستم با مثل این که در پیش خدای یعنی قبه من قاهره است، جایی باید. که میرم و از صبح اونجا میشینم تا عصری، حتی این دوستان من که اومده بودن حیرون شده بودن که چجوری شما میتونی این همه از صبح تا اونجا تمام. گفتم شما عاشق نیستیم، یا آدم عاشق پابند عشقش هست. در صد این وظیفه ملی میهنی ما انجام دادم با کمک دوستانم، چه اونایی که اومده بودن با من و اونایی که در خارج بودن به اصطلاح هم یادی کردن، کمک کردن، مثل وهاب قلقوجدوی از سوئد، از دوستان آمریکایان بانو مهران ملکی، این بزرگ بانو ایرانی که واقعا خیلی با شرفه، و تمام دوستان دیگه. البته یکی دو تا دوستان خوب دارم که هیچ علاقه ندارن اسمشون جایی گفته بشه. و اصلا من این وظیفه ملی رو انجام دادم بعد و باور کن نمیدونی من از صبح که تو آرامگاه میشستم و میدم این مصری ها و توریست ها می آمدن چقدر با احترام، چون می دونید اون زمان ما که قاهره بودم ماه رمضان بود، برخلاف ایران که همه سودواری و گریه و زاری تو سر می زنن، اونجا هر شب عروسی، هر شب جشن. بله بله، این حساب می آمدن، چون بعدم دوشنبه که خود به عیدشون تمام مصری ها پناه بردن به مقبره هایشون، به یعنی قبره های مردگانشون، و اومدن مسجد زیارت پادشاه. ما متاسفانه نه به مرده هامون احترام میذاریم نه به زنده هامون، فقط غریبه پرستیم. میلیون میلیون پول میدن بلند میشن در سال 600,000 نفر 800,000 نفر بلند میشن میان کربلا. خیلی هم هستن در همه آمریکا تور میذارن با حج عمره و نمیدونم فلان و مسخر بازی. در صورت این مردم مصر خیلی با شرفن، من واقعا عاشقشون هستم. نمیدونی با چه علاقه می آمدن سر مزار پادشاه فاتحه می خوندن، خدا رحمت الله می گفتن. در صورت جناب باقری من سرباز خوب عاشقم و تا زمانی که زنده هستم نمیذارم خاطره شاهنشاه آریامه، زندگیت فریدون و فرازد و همه جان باختگان را ایران که در عرض این 35 سال به دست این آدم خدا جان پاکشون از دست دادن از یاد بره. و میدونیم ما خب کلا ملت فراموشکاری هستیم، کسانی که بیان به اون مملکت خوبی کنن، خدمت کنن، فراموش، ولی قاهرین رو دوست داریم. الان 35 سال این همه جنایت شده توی این مملکت، میدونیم متاسفانه نمیدونم به چه دلیل
مردم کوتاهی میکنن. ولی در مصر شما شاهد بودین، به دو سال نکشید این ملت قهرمان به کمک ارتش دلاورش که واقعا شما مرز افتخار منه، دوستان زیادی دارم در ارتش مصر و در شهربانیش و باعث افتخار منه که این اینا رو دوست میدم. در صورت جناب آقای من جای همه عاشقان از جمله خود شما آریان وطنخواه عزیزم و همه عزیزان اونجا خالی کردم و من به نمایندگی از طرف همه میهن پرستان و عاشقان خاندان پهلوی این برنامه رو انجام دادم و بعد الان هفته دیگه 9 آگوست برای سالگرد فریدون، یعنی ترور شدن به دست این آخوندهای وحشی فریدون عزیز رو مراسم دارم و بعد برنامه بعدی رو به اطلاعتون میرسونم. باور کنین مقبره اینقدر زیبا شده بود، تمام مصری ها اومدن خارج ها عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن. ما اگر میلیون ها خرج میکردیم نمیتونستیم این صحنه رو به گوش دنیا برسونیم، ولی همه این توریست ها با فیلم و عکسی که گرفتن تو فیسبوک هاشون گذاشتن. درست من عاشقم. باور کنین در از این در روز من فقط کارم صبح مسجد بود، شدم هتل میخوابیدم، همین، هیچ جای دیگری. تفریح من اونجاست، یعنی تفریح من اینه که از صبح برم بشینم بالا سر مقبره، مقبره رو تمیز کنم، روبرو کنم، زنده با توریست ها میاد احساس غروب بکنم. در صورت زنده با عشقه، یه نوع عشقه جناب باقری. امیدوارم که هموطنان خارج از کشور که مراجعه میکنن همیاری کنن، کمک کنن که ما بهتر و بهتر بتونیم این کارا رو انجام بدیم. و یکی از خواهش بزرگی که از هموطنان خارج کشور دارم، این تلویزیون ایران داریم، نباید ما تنها بذاریم. این تنها بلندگویی که ما میتونیم به درد مردم در داخل برسونیم. ازشون میخوام، خواهش میکنم کمک کنن بذارین این شم روشن باشه. من که با تمام بدبختیم نذاشتم شم آریام مقبره رو خاموش بشه. زنده باد عزیزم، شما کمک کنین نذارین این شم تلویزیون ایران رو خاموش بشه. در صورت من مخلص شما هستم. شما سرور منین، من سپاسگزارم. چقدر سپاسگزارم از این که یک تاج گلم به نام من. این تنها آرزوی من بود در سالها که من هم بتونم یه تاج گلی تقدیم خاکپای مزار اعلیحضرت بکنم و شما این آرزوی منو برآورده کردید و تا زنده ام دلم میخواد که هر سال این کارو بکنم. چقدر سپاسگزارم، چقدر لطف کردین اومدین روی خط. صورت نازنینتون رو میبوسم و فدای شما. درصد منم از شما ممنونم و برای همه شما و هموطنان داخل خارج آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. زنده و جاوید با سلسله پهلوی، پاینده باد ایران. خیلی متشکرم. پاینده ایران، قربونتون برم، مرسی. خط دو ببخشید معطل شدید، در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. درود بر شما جناب آقای باقری. درود به شما ارجمند نازنینم، بفرمایید. خواهش میکنم. صداتون خیلی بده نازنینم، صداتون اگه میشه یه کاری بکنید. چون بهتر شد جناب آقا؟ الان خوب شد. بله 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 بله. منم تسلیت میگم تا روز وفات اعلیحضرت پدر همه ایرانیان عزیز و همینجور که دوست قبلیمون، من الان به خاطرم نیست فامیلیشون، میتونم بپرسم ازتون؟ بله بله بله. این نازنین جناب قلی پور بودن. آره جناب آقای قلی پور، همینجور که ایشون هم فرمودن ما باید که واقعا کمک کنیم و یک مقبره بسیار زیبا و در شأن جناب اعلیحضرت بسازیم. موقعی که بعضی میان برای مرده های خودشون گنبد بارگاه میسازن، چه اشکال داره که ما برای اعلیحضرت پدر ایران بیان و یک گنبد بارگاهی از جنس طلا بسازیم و با عشق و از دلمون و از جونمون مایه بذاریم جناب آقای باقری؟ درسته، ولی ما ملتی هستیم که برای خمینی بارگاه ساختیم، یه چیزی نم یک کیلومتر در نیم کیلومتر زمینو گرفتن فقط قبر، برای قبر خمینی و مسجد خمینی، ولی برای قبر رضا شاه رو اون خلخالی حرومزاده عرب زاده آخون رفت خراب کرد، داد با تیر و تبر و نفلان زدن داغون کردن. جناب آقای باقری، من صدق بنده رو دارید؟
بله 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 در خدمتتونم. بله خواهش کنم، من درود میفرستم از همینجا به شما و همه همیانان عزیزم. میخواستم این مطلب رو اشاره کنم جناب آقای باقری، تو ایامی که دنیا شاهد خونریزی رو درگیر، ما خواهیستیم یک فکر کنیم. بله آقای باقری، من از تو میخوام که در رابطه با این جنایات این گروهک تروریستی داعش، خصوصا جنایاتی که به زنها اینا میکنن، جنایاتی که واقعا تاریخ نمونش دیگه سراغ داره، و همچنین بدون هیچ دید سیاسی و بدون هیچ تعصبی، میخوام از همینجا بخوام که موضوع این کودک کشی و این جریانایی که داره توی غزه هم اتفاق میفته اینا ما هم اشاره کنیم. حتما. ما حالا کاری به بحث سیاسیش نداریم، درسته، ولی واقعا این کار ما همه ما به عنوان یک انسان و کسی که ما دارای این حس عاطفه و بشر دوستی و نو دوستی هستیم، اینا رو محکوم میکنیم. بله جناب آقای باقری، من از شما هم میخوام که واقعا به این دو مقوله بپردازین، هم در رابطه با جنایات داعش، خصوصا در رابطه با اون تعرضات جنسی که به زنها میکنن، و همچنین این کودک کشی هایی که داره توی غزه اتفاق میافته. سپاسگزارم، حتما این کارو میکنم. چشم، اگر اجازه بدید بریم به خطای دیگه. ممنونم، سپاسگزارم، مرسی. خط 3 در خدمتون هستم. درود بر شما جان سرحنگ باقری. به درود به خانم طوفان نازنین، حالتون چطوره؟ علی شما. درود بر هموطنان نازنینم در سرتاسر دنیا، درود میفرستم به قبلگاه هم مصر که محمد رضا شاه پهلوی شاه شاهان در بوستانش به فکر ایران زمین قدم میزند. زمانی که میگویم محمد رضا شاه پهلوی در قبلگاه هم مصر در بوستانش به یاد ایران زمین، به یاد کسانی که جانفشانی کردند و جان در کف گذاشتند تا آزادی ایران را نقش ببندند، بیهوده نگفتند. بله. با سپاس از جناب سروان علی‌پور، مردی که سالها به سوگندی که در نظام پادشاهی با گرفتن سردوشی از محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران زمین گرفتند و پادار مانده اند، و سپاسگزاری بیکران از این سروان نظام پادشاهی جناب قلی‌پور. خانم طوفان سپاسگزارم، سپاسگزارم دربار را که بله. من بعد از 32 سال تجدید بله. کردم در بله. آرامگاه و در بوستان پادشاه همیشه برافراشته نگه می‌دارند. سپاسگزارم نازنینم. من خط بعدی دارم باز از ایران، اگه اجازه بدید. با سپاسگزاری از انور سادات، این مرد بزرگ تاریخ که همیشه در قلب ایرانیان نقش بسته است. با درود و بدرود، خداوند نگهدار ایران باد. طوفان کانادا. مرسی. خط 1 در خدمت شما هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. با درود به شما آقای قلی‌پور، و با درود به تلویزیون شما، و با درود به مرد بزرگ آریانه وطن خواهر. سپاسگزارم. من با سپاس از شما خواستم یه پیشنهادی به شدات هستم از ایران تماس میگیرم، خواستم پیشنهادی بکنم به کسافت طالب تلویزیون کمک کردن. بفرم. اینطور که معلومه این ماهی 50 تا میرسه، ولی یک ماه هم افتاده به این اتفاق افتاده. من تمام کسافت تلویزیون رو خواهش میکنم که برای فقط اگر دو برابر کمک بکنن این کم بوده بمیره. دوم اینکه من خواستم ببینم که چرا این حماس بندن مهاجرت از مصر کمک نمیخواد که مرش باز کنه، چون یک مردی هم با مصر داره. چرا این کار نمی کنه؟ چون حماس انقدر بدی کرده با مصر و مردم مصر، گوش بود این کار رو بکنه، اگر هم میتونه از برادران عربش بخواد که مرد رو باز کنه و اون طرف حسار رو بردارن.
بله. اینکه یک آقایی هست به نام سورن بلوچی، خیلی من دیروز در برنامه آقای آیت ایشون یک آهنگ بودن که بسیار 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 اصلا من بسیار شاهدان شدم و جواب این خائن اهریمنجود نامجویی بود. من با از ستات از این مرد بزرگ، این جوان بسیار غیور بسیار غیور، اتقانی نامه رو داده بود. خیلی متشکرم، امیدوارم که شما اگه امکان داره حتما چشم با سپاس من تمام زنان ایران، زنان بزرگ ایران واقعا دوش تمام این سنگینی ها بر روی گرده های زنانی امریکاست. من با سپاس از تمام زنان ایران میگم که ما مرسی، قربونتون برم، مرسی، فداتون، سپاس از شما، خدا نگهدار، سپاس از شما بزرگوار. بله بفهم، خط دو را در خدمتتون هستم. آقای باقری دار شما خوبه؟ خیلی ممنون، سپاسگزار شما. قربان، من به عنوان زنگ تفریح زنگ زدم که به قول معروف صبح همه به خوبی بگذره. میخواستم یک دونه جوک بر شما بفرمایید. خیلی ممنون. در مورد این به قول معروف بعضی از ایرانی ها هستن که به قول معروف دستشون تو جیب همدیگه میکنن و دروغ میگن اینا، بعضی هاشون. حالا جوک شروع میشه. بله، در تهران میخواستن که یه دونه برج بسازن، بعد شهردار میره یه دونه مهندس چینی میاره میگه من میخوام اینجا یه دونه برج بسازم، چقدر میگیری؟ مهندس چینی میگه که 3 میلیون. میگه واسه چی 3 میلیون؟ میگه که 1.5 میلیون میشه مساله، 1 میلیون میشه پول کارگر، 500 تاش هم میره تو جیب من. میگه شهردار میگه بابا برو بکارت بابا، خیلی زیاده. بعد میرن یه دونه مهندس آمریکایی میارن، مهندس آمریکایی میگه 5 میلیون. بعد میگه با چه 5 میلیون؟ میگه که 2 میلیونش ماره مساله، 2 میلیونش ماره خرج کارگراست، 1 میلیونش ماره من. شهردار میگه بابا خیلی گرونه. میرن یه دونه مهندس ایرانی میارن، میگن چقدر میگید اینجا برج بسازی؟ مهندس ایرانی میگه 9 میلیون. میگه باشی 9 میلیون. میگه 3 میلیونشو میدم به تو، 3 میلیونش مال خودم، 3 میلیونشم میده به اون مهندس چینی که برج رو بسازه. برافو، مرسی، خیلی ممنون، سپاسگزارم. مرسی، زنگ تفریح قشنگی بود. عرضم به حضورتون که میخوام که راجع به همیاری یک خود صحبت کنیم. کارگردان عزیزمون دو تا فرش داریم، یکی فرش قابه که هدیه جناب سرهنگ هوشنگ وزین نازنین گلمونه که به ما دادن، الان کارگردان عکسش رو به شما نشون میدن. فرشی بسیار بسیار قیمتی، بسیار زیبا، شاید از لحاظ متریال اون مثلا 25,000 دلار نباشه، ولی از لحاظ ارزش معنویش به نظر من بالاتر از 25,000 دلار هم ارزش داره. ما این فرش رو یک قابی است که به اندازه 75 سانتی متر در 150 سانتی متر و عکس تصویر زیبای اعلی حضرت شاهنشاه آریامه و شهبانو روشه در زمان تاجگذاری با اون تاجهای بسیار زیبا رو کارگردان بهتون نشون میدن و این رو ما گذاشتیم. اینه، ببینید چقدر زیباست این 75 در 150 فقط خود فرشه. حالا در اون قاب زیبای طلایی رنگ به فرم به حساب چی میگن کلاسیکش، فرم خیلی قدیمی و زیرخاکی بسیار زیباست و اینو ما قیمت گذاشتیم 25,000 دلار. 100 نفر 250 دلار باید لطف کنن و بدن که تا این فرش رو ما قرعه کشی کنیم و به خدمت اون برنده خوش شانس و گلمون بدیم. با یک شاخه گل روزم روش خواهیم گذاشت و تقدیم خواهیم کرد. ولی میتونید حتی شما دو تا سه پا دو هر چند تا مثلا 5 بار یا 3 بار 250 دلار بدید و 3 بار اسمتون گذاشته بشه. یه لیستی رو میذارن، اسامی رو مینویسن توش،
حالا به دو صورت، یا اسامی رو تا دونه دونه رو کاغذ می نویسن می نزن توی اون صندوق و در حضور چند تا از عزیزان اینجا و خود آقای آریان از صندوق می کشن بیرون و تقدیم می کنن، یا اینکه اسامی رو می زارن با همون ماشین شماره زنی با اون میندازن، بعد میگن مثلا شماره 25 نگاه میکنن، نه شماره 25 مثلا خانم یا آقای نازنین گل مثلا فلانی برنده شدن که اونو تقدیم حضورشون میکنن. بس بنابراین میتونید مثلا سه بار 250 دلار بدید و سه بار اسمتون در اونجا به حساب نوشته بشه، یعنی 30% شانستون رو اضافه میکنید. پس این مربوط به این مسئله رو عرض کردم. فرش دیگری داریم که آقای البرت نازنین، اون نازنینی که اون گردنبندهای قشنگ و اون نمیدونم رادیو و چیزهای ناخوبی و زیبایی رو برای ما میاره که تقدیم حضورتون بکنیم، اون فرش آقای البرت هم نشون بدین. اینم 10 تا سهم 250 دلاری گذاشتن، یعنی هر نفر 250 دلار بده، این فرش رو به 2500 دلار بین اون 10 نفر تقسیم خواهیم کرد و هم میتونید اینها، این فرشی است که ایشون هدیه کردن، یک فرش چینیه، مثل اینکه بسیار بسیار زیباست، اندازش هم ننوشتن برای من، ولی مثل اینکه فرش بزرگیه، یعنی کوچولو نیست به اندازه اینکه قابی باشه، فرشیست که برای روی زمین چینیه و این رو آقای البرت هدیه کردن به تلویزیون، اون مرد نازنین گل که چقدر زحمت میکشه و چقدر برای ما چیزهای زیبایی میاره، این فرش هست که انداختن اون زیر اون رنگی است و اینم با 10 نفر 10 تا 250 دلار با 2500 دلار قرعه کشی میکنیم و میدیم خدمتون. سپاسگزار از کارگردان با نشون دادن این عکس ها. حالا من یه مسئله هم از خیلی ممنونم روز به جای نار نشون دادین عکس ها رو دیگه با هم دیگه. حالا بازم خط داریم نداریم؟ 6 تا 6 تا 6 گود جا. چه خبر خوبی دادن کارگردان عزیز، میگن که اینو 6 تا سهمه، یعنی 6 تا 250 دلار 1500 دلار، ضمن اینکه اون 250 دلاری که میدین ما اسمتونو در هر دو قرعه کشی مینویسیم، هم برای اون فرش 2500 دلاری هم برای این، یعنی در حقیقت 106 نفر از 106 تا که پول بدن ما اینو قرعه کشی میکنیم، یکی برای این کوچولوه، یکی برای بزرگه. حالا حتی میتونید بگید نه من فقط فرش اعلی حضرت رو میخوام، یا بگید نه من فرش چینی رو میخوام، و هر کدومو بخواید که تقدیم حضورتون میکنن. به هر جهت این شانس رو دارید که با یک حتی 250 دلار در قرعه کشی هر دو فرش شرکت کنید. من سپاسگزارم که کارگردان به من این مسئله رو عنوان کردن. من یه مقاله از ماهنامه بیداری میخوام براتون بخونم و بعدش یه موزیک بسیار زیبا تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اینو ببینید که بسیار، ماهنامه بیداری شماره 75، برای گرفتن ماهنامه بیداری به شماره 858 32013، من اون دفعه گفتم یادم، خودم فیلمم دیدم گفتم 32030، اشتباه گفته بودم، اگر گفتم 858 32013، این شماره شونه. شماره تلفن ایران آریایی هم میدونید که 818 564 4013، برای قرعه کشی فرش ها، برای خرید رادیو کوچولوها، برای گردن آویزای بسیار زیبا مثل فرابهری که من دارم، و یا اون سکه های بسیار قد یک 10 پهلوی، عکس شاهنشاه یا مهر و نمیدونم اولیا حضرت فرح و ایران و داریوش و کوروش و اینا روشه که بسیار ارزنده. از ماهنامه بیداری شماره 75 صفحه 11 یه مقاله رو انتخاب کردم، زیاد طول نمیکشه، شاید 2 دقیقه بیشتر نشه، براتون میخونم و بعدش یه موزیک تقدیم میکنیم.
میگه بسیاری از عنوان مقاله است دانشمندان اسلامی، میگه بسیاری از مدافعان سرسخت اسلام مانند عبدالعلی بازرگان، فرزند مهندس مهدی بازرگان، ننگ جامعه دانشگاه دیده ایران. یعنی واقعا این پدر و پسر ننگ ایرانن. اینا رو باید فقط لای جرز گذاشته شد. دوباره میخونیم. بسیاری از مدافعان سرسخت اسلام مانند عبدالعلی بازرگان، فرزند مهندس مهدی بازرگان، ننگ جامعه دانشگاه دیده ایران، که میدونید که بازرگان رو، خود اون بازرگان نخست وزیر رو در زمان رضا شاه کبیر با خرج، با پول مردم، با پول کشاورزه که اعلیحضرت رضا شاه در هفته پیش براتون خوندم، با دستای پینه بسته با گندم و جو نمیدونم میکاشتن و میفروختن و پول اون یه ذره‌ای که به دولت میدادن و این کثافت حیوان رو فرستادنش به خارج که بره درس بخونه، رفت مهندس شد ولی برگشت کثافت، کتاب نوشت در مورد اقسام خلا رفتن و اقسام طهارت، چند انگوش را به خود بکنید و چند دفعه آب بریزید و با پای چپ به خلا برین، با پای چپ برگردین و اینا. این لجن کثافت و اولین نخست وزیر چیز هم شد که بعدم به عنوان که همکاری با آمریکا و غیره و غیره زدن توی پشتش بیرونش کرد. دوباره، بسیاری از مدافعان سرسخت اسلام مانند عبدالعلی بازرگان روی تلویزیونی در شمال کالیفرنیا هست، اون تلویزیونی که مال اون آقای صدار دلداره، کیه ستار متاره، خیلی هم ادعای جنراتوری و فلان و اینا نمتوچی و اینا میکنه، این نمخ چیزه همش از این اسلامی ها میاره، اون و اون یارو یه آشغال کثیفیه که قرآن تا میگه باینه اینا. ننگ جامعه دانشگاه ایران، به هر جا که میره بند و سخن میگوین ادعا میکنن که ایران پیش از اسلام دانشمندی نداشت و کسانی مانند مولوی، رازی، ابو علی سینا، حافظ و غیره فلاسفه و دانشمندان اسلامی هستند نه ایرانی، و اگر اسلام نیامده بود ما دانشمند ایرانی نداشتیم، مثل اون رئیس مجلس خائن، اون یکی از پنج برادر دوز لاریجانی لجن، که اونم میگه که ما قبل از اسلام اصلا شعور نداشتیم، ماشین نداشتیم، نمیدونم چی بودیم و اینا. صبح 6 تا لولت باید تریک بکشه تا اینا رو بگه. از این گونه مدعیان میپرسیم اگر اسلام به ایران نمی آمد ما ابو علی سینا نداشتیم و او دانشمند نمیشد، آیا حافظ و سعدی و مولوی و عطار همه به خاطر مسلمان شدن فیلسوف و شاعر شدن؟ اگر این دین از چنین خاصیتی برخوردار است که انسانها را عالم و دانشمند می کند، چگونه است که همه این دانشمندان و فلاسفه ایرانی هستند و یکی مانند رازی و سینا در بین تمام اعراب دیده نمی شود؟ اگه واقعا دین اسلام اینقدر از دانشمند پروره، چی تو یکیش تو عربستان نعمد، یکیش تو عراق نعمد، یکیش نمیدونم توی این جایی که اسلامی حمله کردن و مسلمون شدن اینا، فقط تو ایران بود که ما اسلام تونست این اثر بزرگ داشته باشه. به راستی که بعضی از این دانشگاه رفته های مسلمان در وقاحت سرآمد روزگارن، مثل عبدالعلی بازرگان، پسر بازرگان بازرگان، این دانشگاه رفته های مسلمان در وقاحت سرآمد روزگارن و کوچکترین شرمی از ساختن دروغ ندارن. جوانان ایران، جوانان ایران، روی سخن با شماست. ما نسل های گذشته 1400 سال کوتاهی کردیم و در برابر این همه دروغ مسلمانان ایستادگی نکردیم و آنها هرچه خواستند گفتند و ساختند و به خورد ما دادند. شما زیر بار خفتی که ما رفتیم نروید و این دروغ‌ها را باور نکنید و بدانید که اسلام یک اندیشه بیابانی و وحشی بود که در ایران به نان و آبی رسید. ایرانی ها برای این زبان الکن بدوی صرف و نحو نوشتن و به زبان فرهنگی تبدیلش کردند که قابل خواندن و نوشتن شد. مردمانش را با سواد نمودیم، خزانه های پر از مار و ملخشان را تمیز و لبریز از غلات و میوه و فرش و جواهر کردیم.
هرچه به آنها رسیدیم از خود گذشتیم و به نسل‌های بعد خود در اثر این بیخیالی مرتکب خطا و خیانت شدیم. مثل الانی که میلیون ها دلار یا تومان رو طلا میکنن، هی گنبد میبرن میذارن رو این اماما، بعد عربا میدوزن میبرن، بعد یه سنگ میزنن خرابش کنن، دوباره میبرن دوباره میبرن. ما اصلا به فکر آینده ایران و آینده شما نبودیم و هنوز هم نیستیم و امروز جز یک کشور 80-90 میلیونی فقیر و بی سواد و غارت شده چیزی تحویلتان نمیدهیم. ای آیندگان و نسل جوان زیان دیده از نادانی و خودخواهی های ما، ایران را خودتان دریابید که این تکه زمین یک قطعه جواهر است و گرانبها، و خودتان به دادش برسید. از ماهنامه بیداری براتون خوندم. حالا به جای موزیک فکر میکنم که یه تیکه از فرود فولادوند که همه سراغش رو میگیرن، به ویژه هفته پیش چند تا بیننده ارجمند زنگ زدن و خواستن یه تیکه چند شاید 7-8 دقیقه از فرود فولادوند رو خدمتتون تقدیم میکنیم و بعد باز برمیگردیم و به ادامه برنامه خواهیم رسید. نمیدونم آماده است اون آقای فرود فولادوند؟ الان بهتون نشون میدن. یادی از فرود فولادوند، یادی از بزرگان، یادی از همه عزیزانی که در این راه قدم گذاشتن و جونشون رو تقدیم کردن. شایان کاویانی، فرود فولادوند، همه آقای نبی برای خانواده سلمان به منطقه کازرون. در اینجا مشخص میشه که سلمان از اهالی کازرون بوده و صورتو، یعنی ازش صورتها، نقشه ها، کپی ها گرفتن. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، همونجوری که میدونید این شیوه اینها بود. هذا کتاب من محمد رسول الله سأل سلمان وصیه به اخیه ماهان ابن فرخ و اهل بیتو و عقبو من بعده. این وصیتیست، توصیهیست، پیمانیست از محمد ابن عبدالله برای خانواده سلمان که به خواست سلمان این توصیه و این پیمان نامه نوشته میشه. یعنی سلمان برای چی میاد سفارش میگیره که به خانواده او وقتی به ایران حمله شد بایستی کاری نداشته باشن؟ پس این نقشه از قبل ساخته شده است دیگه قربون. بعد میاد تا اونجا که اون واژه دروغین فلا اکراه فی الدین رو میگه که آقا مسلمون اگر اومدن خواستن مسلمون بشن، هر کی خواست اسلام بیاره فلان، اینها فلا اکراه فی الدین، اکراهی در اجباری در گزینش دین نیست. و هذا کتاب لأهل بیت سلمان، این نامه نوشته پیمان نامه است برای خانواده سلمان. ان لهم ذمه الله و ذمتي على دمائهم و اموالهم في الارض التي يقيمون فيها سهلها و جبلها. که خانواده سلمان که بدهی من و خدا بر خون و مال و زمینی که آنها درش اقامت دارن، کوه سارانش و دشتهاش، سهلها و جبلها و مرائیها و عیونها، چه مرغزاران و چشم سارانش، اینها این خانواده سلمان غیر مظلومین ولا مضیقن علیهم، اینها بایستی هیچ گونه ظلمی بهشون نشه، ولا مضیقن و نه مضیقه و تنگی باید براشون به دست بیاد به هیچ وجه. فمن قرأ علیه کتابی ها دامن المؤمنین و المؤمنات، هر کس که این نوشته من بر او خوانده شود از ایمان آوردگان، از مرد و زن، فعلیه ان یحفظهم و یکرمهم، بر او واجب است که خانواده سلمان رو حفظ بکنه و گرامی بداره و یبرهم و تبرئه کنه. یعنی اگر حتی تبرئه کردن، یعنی اگر خلافی هم دارن اونها رو باید تبرئه کرد. ولا یتعرض لهم بالعزی و المکروه، و کوچکترین اعتراضی به خانواده سلمان، نه آزار و نه چیزی که اونها کراهتی داشته باشن، براشون پیش نباید بیاد. حالا شما حساب بکنید که اگر این خانواده سلمان که خیلی هم بزرگ بودن، خود اینم شاهزاده از شاهزادهای قدیمی بوده، توشون جنایتکار بوده، هرچی بوده، محمد تازی داره بدون اینکه بدونه داره حمایت میکنه، برای اینکه این شاگرد خود سلمانه. و قد رفعت عنهم جز ناسیه، من از خانواده سلمان جز ناسیه رو برداشتم. این جز ناسیه خود اختراع سلمان بود،
یعنی به هر قبیله‌ای، به هر طایفه‌ای، به هر که مراجعه می‌کردن سه پیشنهاد می‌دادن: یا اسلام بیار، اسلام نمیاری خراج بده، خراج نمیدی وارد جنگ شو. اینو بهش میگفتن جز ناسیه و این اختراع سلمان بود. هر کجا سپاه اسلام میرفت اینو میگفت. البته پشت خود این پیام خیلی حرفه، یعنی معلوم میشه که اینها گرسنه‌ای بودن که دنبال پولم بودن. اما از طرفی خب اگه بیادی که به امپراتوری ایران میگه آقا اسلام بیار، میگه تو کی هستی چی داری میگی، اسلام چه، قبول که نمیکنن. بعد میگه خیلی خوب خراج بده. خب یه امپراتوری بزرگ مثل ایران یا حتی دولت آن زمانی ضعیف مصر هم حاضر نشد به اینا باج بده، چه درگیریایی داشتن. یا جزیره ده که خراجه، یا اگه نمیدی وارد جنگ میشیم. یعنی پس اسلام زیاد پروپاگورس نبود از نظر اینا. اگر دومی رو عمل میکردن، یعنی پول میدادن خراج میدادن، اسلامه میرفت توی توبره. ولی خب طبیعیست اینا میدونستن که اون طرف ها قبول نمیکنن. بعد میگه خانواده سلمان وقد رفعت عنهم جز ناسیه، من این سه پیامی رو که جز ناسیه بهش میگفتن اسلام بیار یا باج بده یا وارد جنگ شو، اینم از خانواده سلمان کنار میره. والخمس والجزیه والخمس و خراج و خمس و عشر الی سایر المعون و کلف، همه اینها خمس و خراج و نمیدونم 10% که به از سایر درآمدها هست، همه اینها شامل حال خانواده سلمان نمیشه، نباید بدن. ثم اینجا خیلی جالبه، سپس این سالوکم، به سپاه تازی داره میگه، اگر از شما خواستن فاعتوهم، بهشون بدید. عجیبه، یعنی این خانواده سلمان کیه که استثناس از تمام خانواده گرفتار ایران؟ و این استغاثو بکن فاقیسوهم، اگر از شما یاری خواستن بهشون یاری بدید. و این استجارو بکن فاجیروهم، اگر از شما اجاره کردن یا خواستن بهتون اجاره بدن ازشون اجاره کنید، بهشون بدید. این مهمه، ببینید. و این عصاو فاغفروا لهم، اگر خانواده سلمان به شما سپاهیان تازی اساءه کردن، بد کردن، باید ببخشیدشون. خیلی حرف اینها خود صاحب الله است، منتها چون نمیتونست رسما به اعراب بگه من پیغمبرم، یکیو ساخته بود این جلو، آدم آهنی گذاشته بود بهش کوکش میکرد، میگفت اینو بگو اینو بگو، اونم میگفت. بعد میگه و این اوسی علیهم فامنعوا عنهم، اگر به اینها اساءه شد، بدی شد، جلوی بد کننده رو بگیرید. و لهم ان یعتوا من بیت المال مسلمین فی کل سنه ما اتحل فی شهر رجب، و بایستی از بیت المال مسلمون ها هم در هر سال در ماه رجب 100 کیل بهشون پرداخت بکنید. و ما افل اضحیه، و 100 تا هم در اعیاد اضحا بهشون بدید. و من الاوانی ما، در فواصل دیگر هم 100 کیل بهشون بدید، به خانواده سلمان. فقد استحق به سلمان ذلک منا، این سلمان این رو از ما طلب کاره. لأن فضل سلمان علیه کثیر من المؤمنین، فضل یعنی برتری، زیرا که برتری سلمان بر من بیش از همه مؤمنان. و انزل فی الوحی على ان الجنه الى سلمان اشفق من سلمان الى جنه، و در وحی به من اینجوری اومده که بهشت بیش از اینکه سلمان مشتاق رفتن به بهشت باشه، بهشت مشتاقه که سلمان بره توی بهشت، اربابشه. و هو ثقتی و امینی، او مورد اعتماد من و امین منه، تقی نقی یعنی پاک پالوده شده، و ناصح رسول الله، اندرزگوی رسول الله، یعنی این رسول الله اندرزها رو همه از ایشون میگیره. و المؤمنین اندرزگو، نصیحت دهنده، و یعنی در حقیقت وحی کننده رسول الله و المؤمنین. و سلمان منا اهل البیت، و سلمان از ماست، اهل بیت ماست. فلا یخالفن احد هذا الوصیه، هیچ کس حق نداره این وصیت رو مخالفت بکنه باشه، این توصیه رو. فمن خالفها، کسی که خلاف این قرارداد محمد سلمان بکنه، خالف الله و رسوله، خلاف الله و رسولش انجام داده. و علیه لعنه الی یوم الدین، و بر او لعنت و نفرین خواهد بود تا روز قیامت. و من اکرمهم، و کسی هم که خانواده سلمان رو گرامی بداره،
فقط اکرمی. حالا شما حساب بکنید که این خانواده بزرگ سلمان چقدر جنایتکار توش بوده، مثلا آدمای بد بوده، هر کس به اون گرامی بداره محمد رو گرامی داشته. وله هم عند الله ثواب، کسی که به اونها کمک بکنه ثوابش رو نزد خدا داشت خواهد داشت. و من آزاهم، کسی هم که خانواده سلمان رو اذیت بکنه فقط آزانی، در حقیقت من رو اذیت کرده. و انا خصم یوم القیامه، و من در روز قیامت دشمن اون شخصی که خانواده سلمان رو اذیت میکنه خواهم بود. خب این با سپاس از کارگردان، این گوشه ای بود از یکی از برنامه های آقای فرود فولادوند. سعی میکنیم از شایان کاویانی نیز پخش کنیم، از بهروز سورسرافیل نازنی که دوستش دارم، مرد یگانه ای بود، حتما پخش میکنیم، از جناب زنده‌یاد رضا فاضلی که روزهای سه شنبه ساعت 3 تا 4 هر روز سه شنبه 1 ساعت برنامه‌شون رو براتون پخش میکنیم. من یک آقای البرت زنگ زدن، یه توضیح کاملی در مورد فرش چینی به ما دادن، فرمودن که الان باز کارگردان بهتون نشون میده، اندازش هست 4 فیت در 6 فیت، 6 فیت تقریبا میشه 1.5 متر، نه ببخشید 60 تا 180 تا، 180 سانتی متر در 4 فیت هم میشه 120 سانتی متر، یعنی بیشتر از 1 متر در به نزدیک 2 متر فرشه. و فرش ابریشم خالص دست باف چینیه، قیمتش رو گذاشتن 1500 دلار، 6 نفر میخوایم 6250 دلار که بدید، ضمن اینکه این فرش رو بهتون میدن هر کس برد، ضمناً اسمتونم میذارن در فرش 25000 دلاری، و اونجا هم ضمن اینکه اینو ببرین در اونم شریک هستیم. ولی کسانی که بابت فرش بزرگ، فرش اعلیحضرت شاهنشاه آریا مهر و شهبانو در مورد اون پول میدن، با این شریک نیستن. من اینو خواستم اصلاح کنم. پس 6 نفری که 250 دلار میدن برای قرعه کشی فرش چینی دست باف فول، یعنی کاملا که ابریشم، اینها ضمن اینکه اینو میبرن اسمشون تو اون جزء اون 20 جزء اون 100 نفرم محسوب میشه. یادتون نره، زنگ بزنید، نه به خاطر فرش، به خاطر روشن نگه داشتن چراغ این تلویزیون. عرضم به حضورتون که اینو گفتیم، من میخوام از، چون میدونم احتمالا خسته شدید، 1.5 ساعت برنامه گذشته، یه تلفن داریم جواب میدیم، بعدش یه موزیک بسیار زیبا تقدیم میکنیم. خط 1 در خدمتتون هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود به اسناف باوری. درود به جناب علی گل. هم بفرمایید. از آدم احترام دارم. آقای باوری. جونم. ما روز شش به آلاش زادگاه رزادگاه رفته بودیم. دیدیم یک جمعیت خیلی شلوغی بری اومده بودن. بالغ به 50000 نفر بودن. ما دیدیم که این منزل رضاشاه بزرگ فعلا موزه مردم شناسی. بله. از مردم نفعی 3000 تومن پول میگرفتن، مردم من از اونجا دیدن کنن. بله بله بله، یعنی همون بارگاه مثلا آرامگاه رضا شاه کبیر الان شده موزه مردم شناسی. همون منزل ایشون. بله بله، منزل ایشون شده موزه مردم شناسی، اونجا از مردم بیان پول میگن نفعی 3000 تومن، مردم من از اونجا دیدن کنن. خب من فکر میکنم واقعا درسته این پول ببخشین سگ خور میشه، ولی باز ارزش داره، چون به خاطر نام رضا شاه میدین. باشه 3000 دلار رو دور سرتون بگردونید بدون آخوندا بخورن، ولی از با تشویق کنید و برید خونه رضا شاه ببینید، ببینید با خونه رفسنجانی چقدر فرق میکنه. شروع به اونجا اومده بودن، میگم بالای 3000 نفر اونجا اومده بودن. چقدر جالب، خدا رو شکر. خیلی ممنون از این خبر جالبی که بهمون دادین، سپاسگزارم. مرسی عزیزم، صورت نازنینتون رو می‌بینم. فدای شما، خدا نگهدار. مرسی. خدا نکنه. میخوام یه موزیکی از بانوان ایرانی به نام گروهی به نام گلبانو و یک دوست عزیزی هم ما داریم در
واشنگتن هستن، ایشون هم گلبانوان و چقدر واقعا پهلوی دوست و شاه دوست و ایران دوست و چقدر زحمت میکشن اونا. ولی این موزیکو با هم میبینیم از گروهی به نام گلبانو، بسیار زیباست، خانمای ایرانی نازنین در ایران تهیه کردن، با هم میبینیم و برمیگردم خدمتتون. کارگردان عزیز الان بهتون نشون میدن. آها، 1 2 3 4 1 2 3 موزیک بود به نام جان عاشق از گروه گلبانو در ایران. ببینید آخوندا مجبور کردن خانمای ایرانی رو زیر چادر ببرن. 1400 ساله که چادر از عربستان اونم عربا شروع شده توی سیاه و فلان اینا، تا
تنها کشوری که چادر به این زیبایی و روبنده رو داره نشون میده فقط در ایرانه، که بعد از این فتنه شوم 57 دیدید که حتی در زیباترین مدلای چادر رو روسری و غیره رو ایرانی ها با درست کردن. سپاس از این گروه زیبا و نازنین بانوان ایرانی که اون عود نازنینشو من میشناسم، اون دختر خانم بسیار زیبا، یعنی همشونو چقدر بهترین بودن، سپاس ازشون. خط یکو میگیریم، بعد چند تا مورد خدمتتون عرض کنم. خط یک دست جون دلم بفرمی. توی برابا تو نکن چرا توی برابا میکنه علاوه چه کار به تو دارن؟ من چیزی راجع به عربای ایران نمیگم قربونتون برم، شما که عرب نیستین. من نمون عربایی که هزن، همون عربایی که هزن. خب ما راجع به عربایی که به ما حمله کردن 1400 سال پیش. ما مثلا مسلمونیم، تو داری توهین به همه میکنی. نه قربونتون برم، حالا من توضیح میدم بهتون. خیلی ممنون که زنگ زدید. مسلمونا چش، تو میخوای پرتیبار داشته باشی، نباید توهین به مردم بکنی. چش حتما چش باشه، قربونت برم. مرسی عزیزم، قربانت. خدا عزیزم نازنین گلم، من توهین به کسی نمی کنم. من میگم که چجوری به ما حمله کردن، چجوری به ما تجاوز کردن. بعد اگر شما در خوزستان هستید و عربی صحبت میکنی، تو عرب نیستی، تو ایرانی هستی، زبونه در اثر مجاورت با یک کشور عربی و غیره شما شدی، زبونت شده عرب. مثل اونی که در آذربایجان، اون ترک نیست، اون آذری، زبانش آذری یا ترکیه و غیره و غیره. نه عزیز دلم، من توهین به کسی نمی کنم، من دارم میگم که چی بوده. اولا که 3-4 مورد خدمتتون عرض کنم. یکی این که شماره بیداری رو خواستن تکرار کنم، شماره ماهنامه بیداری هست، اریاکود 858، به زبون اینجایی 858 شماره هست، 32000، یعنی 32 3 تا 0 13، یا به این طوری 3-4 تایی بگی 320 2 0 13. دیگه فکر میکنم خیلی واضح توضیح دادم در مورد فرش، توضیح دادم در مورد یه دوستی گفتن راجع به سیکای هندی اطلاعی زیادی ندارم، ولی حالا یه توضیح مختصر میدم. فقط یه چیزی خواهش میکنم که اگر کتاب میخرید، اگر قصد کتاب خریدن دارید، ما رو واقعا سر کار نذارید. در روز دوشنبه قبل من رفتم که یکی دوتا کتاب اوردر گرفته بودن خانم مهناز، رفتم بخرم. در راه یک آقای عزیز گل محترمی، خیلی محترم، از کانادا به تلفن زنگ زده بودن و گفته بودن من 10-15 تا کتاب میخوام، و خانم گفته بودن با باقری صحبت کنه. در راه به تلفن سلمان زنگ زدن و به من گفتن آقا من کتابای تمام کتابای آقای شجاع‌الدین شفا رو میخوام، تمام کتابای آقای پروفسور انصاری رو میخوام. منم اطاعت کردم، دونه دونه براشون حالا تو ماشین گفتم که این چیه اون چیه این چیه، گفتن همه رو برای من بگیر و 10-20 رو بکن و فلان اینا. من 11 تا 13 تا چند تا کتاب براشون خریدم و آوردم و پولش رو اونجا دادم از کردیت کارتم، و بعدن البته تلویزیون به من میده، بیشتر از 300-400 دلار، 400 و نزدیک 500 دلار پول دادم و این 10-14 تا کتاب رو خریدم. جونم اجازه بدید من اینه یه لحظه توضیح بدم، بعد تلفنمو میگیرم. 400-500 دلار پول دادم، 400 دلار چقدر، و اومدیم اینجا به این آقا گفتیم مثلا حدود 650 دلار، 150 دلارم حداقل هزینه پستش میشه 800 دلار. این دوست عزیز نازنین 500 دلار رو گذاشت رو دست ما، ما کتابا رو خریدیم آوردیم اینجا مود و نه کتابا رو دیگه. گفت من آقا الان خانومم هم میاد 7-8 دیگه هم میخوایم زنگ بزنیم. دیگه نه زنگ زد، نه تلفنمون رو جواب داد، نه تلفنایی که داده بود تلفن واقعی بود، و این کتابا رو دست ما مونده. یک سری کتابهای آقای شجاع‌الدین شفا زنده یاد، یک سری کتابهای آقای پروفسور مسعود انصاری رو دست ما مونده. استدعا میکنم زنگ بزنید هر دو سری رو بخرید. و به آقای امیر از کانادا، متاسفم که این
بلا رو سر ما نکنید این کارا، چون ما پولی نداریم. ما میرم مثلا از کردیت کارت هم من گرفتم، حالا من باید بدم تا اینا فروش بره تلویزیون بتونه پول منو بده، ولی این کارا نکنید، خواهش میکنم. خط یک در خدمتتون هستم، بفرمایید. الو آقای باقری، سلام علیکم. من عباس سلطنت رو هستم، از کویت با شما عزیزم صحبت میکنم. قربونت برم عزیزم. سی سال پیش از این دختر آقای رفسنجانی فایزه با پدرش درگیر شد. دختر رفسنجانی گفت من میخوام برم در حضور اعلیحضرت اونجا ادای احترام کنم در آرامگاه در مصر. رفسنجانی گفت نه نمیتونی بری. گفت نه من میتونم تو پدرمو فراموش کنم، ولی شاهنشاهو نمیتونم فراموش کنم. من باید حتما برم آرامگاه شاهنشاه ادای احترام کنم و دست گل تقدیم کنم. رفسنجانی مجبور شد به دختر زیه خوب برو به فایزه و اون رفت ویزا گرفت رفت در مصر. اونجا ادای احترام کرد در آرامگاه شاهنشاه، دست گلی تقدیم کرد و یک ساعت در آرامگاه شاهنشاه گریه میکرد در مصر دختر رفسنجانی. ببین چه دختر سلطنتی بود، پدرش ضد شاه، ولی دختراش ضد پدرش بود که رفت در مصر رو بعد ادای احترام کرد استاد شاهنشاه آریامه. قربونه زنده همین زنهای ایرانی هم خواهش میکنم چادرت برده رو سرده برده وارد خیابون شید، اینقدر نترسی. جمهوری اسلامی شما زنه ایرانی باید سردگون کنید. چادرت برده رو سرده برده مثل دختر رفسنجانی که رشید بود رفت در آرامگاه شاهنشاه آریامه، شما هم همین کارو بکنید، رشید باشید. من ابوالفضل سلطنت رو هستم، از کویت به شما صحبت میکنم. علمدار پرچم شاهنشاهی ایرانم، نجات‌دهنده ایران ایرانی هستم. با همه شما عزیزانم خداحافظی میکنم. خداحافظ عزیزانم. خدا یار و نگهدار شما، سپاسگزارم. نازنین کارگردانم میتونم به من بگین چقدر دیگه فرصت داریم؟ 4-5 دقیقه. 4-5 دقیقه من پس یه چیزی رو میخونم، یه خالی از شوخی نیست و جالبه برای ما. فکر میکنم که این 4-5 دقیقه رو واقعا 4-5 دقیقه بهم وقت بدین، من اینو میخونم. مطلبی که میخوام براتون بخونم، من راجع به سیکای هندی که اون دوست عزیزمون از خرم‌آباد زنگ زدن، حتما سعی میکنم در برنامه آینده تهیه کنم. الان یه چیزایی تو ذهنم هست ولی شاید دقیق نباشه، اجازه یه بررسی بکنم خدمتتون. به عنوان مردم که ما همیشه به مردم میگیم مردم چیکار میکنن، مردم توجه به ما دارن، میگه مردم به موجودی گفته میشه که از بد و تولد همراهیت میکنه و تا روز مرگ مجبوری که برای اون زندگی کنی. برای مردم خیلی مهمه که تو چی میپوشی، کجا میری، چند سالته، بابا چی کار است، نهار چی خوردی، چند روزی یه بار میری حموم، چرا حالت خوب نیست، چرا میخندی، چرا ساکتی، چرا نیستی، چرا ازدواج نمی کنی، چرا بچه دار نمیشی، چرا اینطوری نوشتی، عاشق شدی، چرا اونطوری نوشتی، فارغ شدی، چرا چشات قرمزه، حشیش کشیدی، چرا لاغر شدی، شکست عاطفی خوردی. این جالبه ها، گوش بدید. چرا چاق شدی، زندگی بهت ساخته؟ چراهای بسیاری که تا جوابشو به دست نگیره دست از سرت ور نمیداره، اگه بسیار کار کنی میگوین احمقه، اگه کم کار کنی میگن تنبله، اگه خرج کنی میگن افرادگره، اگه جمع کنی میگوین بخیله. اینا راجع مردم در مورد ما چی میگن و ما به اونا اهمیت میدیم، توجه کنی، جالبه. اگه ساکت و خاموش باشی میگن لاله، اگه زبون آوری کنی میگوین وراج و پرگوه، اگه روزه بداری و شبها نماز بخونی میگن ریاکاره که اکثرا هستن، اگه عمل نکنی میگوین کافره و بیدین. مردم ذاتن قاضی به دنیا میاد بدون اینکه خودت خبر داشته باشی. جلسه دادگاه برات تشکیل میده، روز رود قضاوت میکنه، حکم برات صادر میکنه و در نهایت محکوم میشه. مردم قابلیت اینو داره که همه جا باشه، هر جا بری میتونی ببینیش حتی تو خواب. اما مردم همیشه از یه چیزی میترسه، از اینکه تو بیهش بیتوجهی کنی.
محلش نذاری، حرفاشو نشنوی و کاراشو نبینی. پس دستتو بذار رو گوشت، چشماتو ببند و بی توجه بهش از کنارش عبور کن و مشغول کار خودت شو. میخواستم به دنیا بیام، در یک زایشگاه عمومی. پدر بزرگم به مادرم گفت فقط بیمارستان خصوصی. مادرم گفت چرا؟ پدر بزرگم گفت مردم چی میگن؟ میخواستم به مدرسه برم، همون مدرسه سر کوچمون. مادرم گفت فقط مدرسه غیر انتفاعی. پدرم گفت چرا؟ مادرم گفت مردم چی میگن؟ به رشته ای انسانی علاقه داشتم. پدرم گفت فقط ریاضی. گفتم چرا؟ پدرم گفت مردم چی میگن؟ با دختر روستایی میخواستم ازدواج کنم. خواهرم گفت مگه من بمیرم؟ گفتم چرا؟ خواهرم گفت مردم چی میگن؟ میخواستم پول مراسم عروسی رو سرمایه زندگیم کنم. پدر و مادرم گفتن مگر از روی نعش ما رد بشی؟ گفتم چرا؟ گفتن آخه مردم چی میگن؟ میخواستم به اندازه جیبم خانه در پایین شهر اجاره کنم. مادرم گفت وای بر من. گفتم چرا؟ مادرم گفت مردم چی میگن؟ اولی مهمانی بعد از عروسی ما بود. میخواستم ساده باشه و صمیمی. همسرم گفت شکست به همین زودی؟ گفتم چرا؟ همسرم گفت مردم چی میگن؟ میخواستم یه ماشین مدل پایین بخرم در حد وسعم، تا عصای دستم باشه. همسرم گفت خدا مرگم بده. گفتم چرا؟ همسرم گفت مردم چی میگن؟ بچه هم میخواست به دنیا بیاد، در یک زایشگاه عمومی. پدرم گفت فقط بیمارستان خصوصی. گفتم چرا؟ پدرم گفت مردم چی میگن؟ میخواستم بمیرم، بر سر قبرم بحث شد. پسرم گفت پایین قبرستان. زنم جیغ کشید. دخترم گفت چی شده؟ زنم گفت مردم چی میگن؟ مردم. برادرم برای مراسم ترحیم مسجد ساده‌ای در نظر گرفت. خواهرم اش ریخت و گفت مردم چی میگن؟ از طرف قبرستان سنگ قبر ساده‌ای بر سر مزارم گذاشتن. اما برادرم گفت مردم چی میگن؟ خودش سنگ قبری برایم سفارش داد که عکسم را رویش حک کردن. حالا من در اینجا در حفره تنگ خانه‌ای دارم و تمام سرمایه‌ام برای ادامه زندگی جمله‌ای بیش نبود. مردم چه میگویند؟ مردمی که عمری نگران حرفهایشان بودم، حالا حتی لحظه هم نگران من نیستن. این یک مسئله بسیار جالب بود، طنز بود، شوخی بود، ولی خیلی جالب بود. فقط به عقلتون، به خردتون، یعنی میگم تون یعنی منم هستم و هممون، باید به خردمون توجه کنیم. به زندگی خصوصی دیگران کاری نداشته باشیم، نزمونم با من کار داشته باشن. همه این مطالب عرض کردن. راجع به جریان سیکای هندی میگم، فعلا آرم اون خرچنگ قورباغه‌اش روی پرچم ما هست. این هدیه خمینی است که برای ما آورد، به جای شیر و خورشید باستانی ما یا فرابهر و غیره اون خرچنگ رو گذاشتن. من دیگه مطلب بازم زیاده، ولی چراغ روشن شد، در حقیقت دیگه زمانی ندارم. از حضورتون خداحافظی میکنم. برابر مطابق معمول که میگفتیم که میگیم که به یاد دوران پرشکوه گذشته، دوران پهلوی ها و به امید رهایی ایران در آتیه بسیار نزدیک، باز امروز هم اون آخرین کلام خانم نازنین، خانم آزاده رو میگم که اون روز یادمون رفته بود، حتی کارگردان عزیزم یادش نبود که بهم بگه. خلاصه همه رو قاطی کرده بودم، ولی امروز از روش براتون میخونم. میگم که خانم آزاده، اون دستیار رضا فاضلی بزرگ، که میگفت که نازنینم نازنینم، چه دعا بهتر از این؟ گریت از سر شوق، خندت از ته دل، نبود هیچ غروبت غمناک. من آرزو میکنم نه تنها غروبتون، تمام عمرتون هرگز غمناک نباشید، فقط غمتون غم مملکتتون باشه، غم ایران باشه که از دست دزدا و غارتگران نجاتش بدید. همه شما رو به اهورامزدای ایران میسپارم.